بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما مولانا أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين. و مولیه الحسن و الحسین و مولانا بقیه الله فی الارضین حجت ابن الحسن العسکری و لعنت دائم على اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ادامه مباحث اسلام نعینست رو با مقایسه بین شیوه های حکومت عموی با حکومت علوی و محمدی صلی الله علیه و آله و و بیان آن از آیات قرآن تقدیم عزیزان می کنم خدای متعال در قرآن سوره مبارکه بق... قصص آیه هشتاد و سوم بیان میکنه این حقیقت رو تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین اول ترجمه از آیه تقدیم میکنم و بعد نکاتی و مصادیق اون رو از بنی امیه و مصادیق حق اون رو از امیر المؤمنین و از سیره نبوی و سیره ائمه اطهار صلوات الله علیه مجمعین بیان می کنم می این خانه آخرت جایگاه آخرت برای کسانی است بهشت جاودان اون عالم ملکوت بهرهمندی از نعمتهای بیکران الهی جاودانگی در اون عالم برای کسانی است که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا هرگز اراده علو برتری طلبی خود بزرگ بینی خود رو برتر از دیگران دانستن خود رو مقام جدا دانستن تافته جدا بافته از تمام مردم دانستن نمیدانند ولا فسادا اونهایی که اراده نه تنها استکبار نمی کنند بلکه اراده استکبار هم برای اونها در کار نیست حتی نیت استکبار هم نمی کنند. حتی در ذهنشان خود رو برتر نمی بینند در ذهنشان برای خودشان امتیازی بر دیگران قائل نیستند ولا فسادا اونایی که اراده فساد نمی کنند. خب فساد رو حالا بعد توضیح خواهم داد علو رو توضیح خواهم داد والعاقبت للمتقین عاقبت و سرانجام نیک و سعادت برای متقین است این آیه در زم اوصاف متقین رو هم مطرح میکنه اون متقی کامل انسانی که با تقواست اون انسانی است که اهل علو و برتری طلبی و اهل فساد نیست تباهی در انجام نمیده در رفتارش فساد در جامعهش فساد ایجاد نمی کند در خانوادهش فساد ایجاد نمی کند برای اینکه حقیقت این آیه بیشتر روشن بشود تا بعد مصادیق مثبت و منفی این آیه رو از مثبتش از سیره علوی و منفیش از سیره عموی رو درک کنیم آیات قرآن آیات قبلش رو ملاحظه می قرآن این آیه رو بعد از اینکه جریان قارون رو مطرح می کند و میفرماید فخرج علی قومه فی زینته قارون بر قوم خودش ظاهر شد وارد شد در حالی که خودش رو غرق زینت ها و تجملات کرده بود و مالش ثروتش قدرتش رو به رخ دیگران میکشید قال الذين يريدون الحياة الدنيا گفتن اونهایی که اهل دنیا پرستی بودن دنیا طلب بودن یا لیتنا یا لیت مثل ما اوتی قارون ای کاش ما هم داشتیم اون ثروت به اصطلاح امروزی ما تریلیاردی قارون رو انه لذو حظ عظیم او بهره بزرگی داره او همه نعمت های دنیا رو داره همه کیف های دنیا رو داره فکر میکنن همه خوشی ها توی مال دنیاست خدای متعال در مقابل این گروه اه اهل ایمان رو مطرح میکنه و قال الذين اوتوا العلم و گفتن اونهایی که به اونها علم و معرفت داده شده علم اینجاست علم حقیقی اینجاست که انسان فناع دنیا رو بفهمد فناع مظاهر دنیا رو از ثروت از قدرت از پوست از مقام از عناوین از شهرت ها از پوست ها بفهمه که اینها و در مقابل عالم آخرت در مقابل جاودانگی انسان هیچند وقال الذين اوتوا العلم ويلكم واي بر شما ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا پاداش خدا بهتر است برای کسانی که ایمان آورده عمل صالح انجام دادند ولا يلقاها الا الصابرون این نکته رو این قانون رو که پاداش الهی بهتر است عالم آخرت به عنوان پاداش برای انسان با ایمان بهتر است و دنیا فانی زود گذر است این رو درک نمی کنند مگر کسانی که اهل صبر و استقامت هستند صبر مثبت نه صبر منفی که حالا صبر اقسامی دارد که در فرصتی نیست الان ارز کنم صبر مثبت که انسان تلاش خودش رو میکند و تعرض به اموال دیگران نمیکنه برای ثروتمند شدن حقوق دیگران رو پایمال نمیکنه اخلاص نمیکنه ظلم نمیکنه دروغ نمیگه تعدی نمیکنه اجحاف نمیکنه فریب نمیده مال یتیم رو نمیخوره این صبره که انسان طمع به مال دیگران نداشته باشه بعد قرآن عاقبت این قارون رو مطرح میکنه فخسف بهی و به دار الارض ما قارون رو در زمین فرو بردیم همراه با قصرش و منزلش فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین کسی نبود از او حمایت کنه در مقابل خدای متعال و از یاری شدگان نبود کسی که در معارضه با خدا میخواد بکنه ولو پسر خاله نبی الله باشه قارون پسر خاله موسی بن حضرت موسی بن عمران علی نبی و علی و علیه السلام و بود اما استکبار ورزید اما تکبر کرد قرآن میفرماید در آیه بعد و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس اونایی که روز قبل گفته بودن آرزوی مقام و جایگاه قارون داشتن کاش ما مثل قارون بودیم کاش این ثروت قارون رو داشتیم کاش پست قارون رو داشتیم کاش خدمه و حشمه قارون رو داشتیم اینا پشیمون شدن یقولون مرتب میگفتن وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر و میگفتن خب رزق ها تقسیم شده این هست ثروتمند بودن یا فقیر بودن دلیل بر فضیلت کسی نیست لولا ان, من الله علینا لخسف بنا اگر لطف خدا نبود الان ما بایستی جز فرو رفتگان در زمین بودیم و وای که, ان انه لا یفلح الكافرون و گفتن که جای تاسف است که اونهایی که خدا رو نادیده میگیرند حقایق الهی رو نادیده میگیرند کافرند رستگار نمیشوند رستگاری با ایمان به خدای متعال و با, با اعتقاد به نبوت انبیا و با, با اعتقاد به روز جزاس بعد قرآن به دنبال این میفرماید تلک دار الاخره این خانه آخرت بهشت جاودان ما نجعلها برای کسانی قرار میدیم که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا اراده برتری طلبی و برای اراده فساد ندارن خب یک آدمی که کارگر مستزعفه فقیر بیچاره است این معمولا اراده علو نداره از اون معنا نداره ارادی علو بکند خیلی بخواد زور بگه خدای نقاسه به زن و بچهش زور میگه اونم البته جرم است اونم علو است اونم فساده ولی این آیه به اصطلاح فقهی و اصولی و تفسیری انصراف داره اول به قدرتمندان اگر کسی صاحب مکنت بود اگر صاحب ثروت بود اگر صاحب پست و مقام بود اگر از این پست و مقامش اگر از این ثروتش تقیان نکرد بر تری طلبی به سراغ اون نیامد استکبار نکرد آن وقت این خانه آخرت نصیب او می شود چون معمولا انسانی که توهی دست است انسانی که قدرتی ندارد ناتوان است بی است چیزی نداره کسی نداره زیر نیرویی نداره این علو از او معمولا تحقق پیدا نمیکنه علو و فساد از کسانی متحقق بیشتر میشود ظهور پیدا میکنه که صاحب امکانات باشند حالا چه امکانات مادی چه امکانات اجتماعی چه امکانات پست و مقام اگر با روز, روز زمانی که پست گرفت زمانی که منصب گرفت زمانی که آقایی گرفت با زمانی که هیچ کار از پستی ندارد رفتارش عوض نشد کردارش عوض نشد این میشه معناش اینه که علو نداره اگر زمانی که سمتی ندارد پستی ندارد در دولت وزارت وکالت امثال اینا بالاتر پایینتر اینا رو نداره اگر زندگیش تغییر پیدا نکرد این علو نداره فساد نداره ولی اگر دیدیم که قبل از اینکه مسئولیتی پیدا کنه هیچ چیز نداره بعد از اون به آلاف علوف میرسد بعد از اون میبینیم کارخونه ها به نامش هست اون وقت این من مصداق واضح و بارز و آشکار علو فی الارض ولا فساد هست علو فی الارض ولا فساد مصداقش این که این علو دارد فساد دارد مال دیگران رو بالا کشیده بس این آیه درسی است حالا میخوام اینو عرض کنم نمونه این که میبینیم حکومت علوی کمترین علوی برتری طلبی کمترین فسادی در کار حکومت علوی و در کارگزارانش نیست حکومت امیر و سلام الله علیه هست وقتی که به مالک اشتر جسارت می شود مالک می تواند برخورد بکنه مالک می تواند انتقام بگیره وقتی که پوست خربوزه یا هندوانه به سوی پرتاب میشه میتواند انتقام بگیره اما با اینکه قدرت دارد میتواند انتقام بگیره وارد مسجد میشه در وقتی که وقت نماز نیست دو رکعت نماز میخواند اون بقال کوفی که جسارت کرده به دنبال جناب مالک اشتر میاد و میبینه که در حال نمازه و خودش میندازه روی قدم او چه کار داری میکنی؟ من همون کسی هستم که به شما جسارت کردم جناب مالک فرمود والله من به این مسجد نیامدم این دو رکعت نماز رو در غیر از اوقات نماز نخوندم مگر برای اینکه از خدا تقاضا کنم که تو رو مورد بخشش قرار بده این سیره علوی است این یکی از تربیت یافتگان امیرالمؤمنین است ببینید تعبیری دارد امیر المؤمنین در نامه ای که به مالک اشتر دارد و اشعر قلبک الرحمت للرعیه و لهم قلب خودت رو مالا مال کن از ترحم بر مردم بر عامه مردم و دوستی هم ترحم هم, هم دوستی که اونها رو انسان از سمیم قرب با همه وجودش مردم رو دوست داشته باشه اونها رو مثل آئله خودش بدونه جوان در یک روایت داریم که کسی به ایمان مزه ایمان رو درک نمیکنه الا اینکه جوان رو فر... جوان رو جوان رو فرزند خودش بداند همسنای خودش رو برادر خودش بداند مسنها رو حکم پدر خودش بداند با اونا چگونه آدم برخورد میکنه گرچه ارز کردم بعضی از شقاوت آنچنان میشوند آنچنان قصی قل میشوند که حتی به دیگه به برادر خودشون هم رحم نمیکنن به فرزند خودشون هم رحم نمیکنن به پدر خودشون هم رحم میکنن اینا دیگه از دائره انسانیت خارج شدن اولای که کل انعام بل هم اضل و اینا قرآن میفرد اینا مثل چارپایان هستن مثل حیوانات هستن بلکه گمراه تر از اونها هستن <applause> بعد میفرماد حضرت قلبت رو مالا مال کن از محبت به مردم و لطف به هم و لطف به اونها بکنی لطف کجاست؟ اونجاییست که ابتدا به ساکن باشه یه دفعه یه کسی به من خوبی کرده من میام در مقابل خوبی او خوبی میکنم این لطف نیست این مقابله خوبی به خوبیه هل جزاء الاحسان الا الاحسان آیا پاداش خوبی جز خوبی کردنه لطف اونجاست که او این شخص در باری من کار مثبتی انجام نداده لطفی به من نکرده احسانی به من نکرده انسان به اون کسی که به او خوبی نکرده احسان نکرده لطف نکرده بهش لطف میکنه اینجا میشه لطف ولا تکونن علیهم سبعا ظاریا حیوان درنده بر ملت نباش بر امتت نباش بر جامعت نباش بر زیر رسانت نباش تقتن و اکلا که بخوای غنیمت بشماری خوردن اینها رو یعنی چه؟ اون کسی که میاد اختلاس میکنه از مقامش از پستش سو استفاده میکند و اختلاس آنچنانی میکند یک پنجم بیت المال رو میآید به مروان حکم میبخشه این مصداق سب و انزاریا هست اینکه میاد آنقدر اطرافیانش رو خواست خودش رو باج میده که ثروت ها وقتی که تلهه زبیر سعد وقاص اینها وقتی که مرگشون میرسه اموالشون رو که میخوان تقسیم کنن شمش های طلا رو با تبر خورد می اینو این رو نگاه کنید با سیره امیر المؤمنین آنگونه زندگی میکنه امیر المؤمنین که غلامش زندگی میکنه این رو مقایسه کنید با سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم که یجلس جلسه العبید نشستن او نشستن بردگان هست خوردن او غذا خوردن خوردن بردگان هست زندگیش مثل بردگان هست تلاشش اینه که بردگان رو آزاد کنه فلق تحمل عقبه فکر عقبه او اطعام فی یوم ذی مسقبه اونایی که میگن تهمت میزنن به اسلام میگن اسلام نظام بردهداری رو قبول داره انقدر جاهلا به این آیات مراجعه به آیات قرآن نمی کنند آیا می شود اسلام بگی ها رو آزاد کنید اگر می خواید دین داشته باشید اگر می خواید از گردنهای هوای نفس عبور کنید اگر می خواید نجات پیدا کنید برده ها رو آزاد کنید عقبه یعنی گردنهها و برده ها, برده ها, رو آزاد کنید و همین اسلام میگه بیاید برده بگیرید خدایی که دستور میده برده ها رو باید آزاد کنید اجازه بردگیری نمیده اجازه اینکه برده بگیرند داده نمیشه فلق تحمل عقبه اسلامی که میگه اگر بخواهی رشد پیدا کنی معنویت پیدا کنی بایستی گرستگان رو سیر کنی اجازه غارت انسان ها و گرستگان رو نمیده بعد فرمود فانهم سنفان این رو بدان ای مالک مردم دو گروهند اما اخون لکف الدین و اما نزیرون فل الخلق یا انسان ها برادر دینی تو هستن هم دین تو هستن مسلمان اونم مست... تو هم مسلمان یا نه مسلمان نیست اصلا آین تو رو نداره بتپرست باشه مسیحی باشد یهودی باشد زرتشتی باشد بودایی باشد برهمن باشه هندو باشد اینها نظیر لکفل خالق. اینا هم نوع تو هستند یفروت منهم الذلال لغزش ها از این زیر دستان تو صادر میشه از ملت تو و از افاظه تو ممکنه لغزش هایی انجام بدن و کوتاهی ها و نقص هایی داشته باشن مردم و بعضی از اونها یعطا علا ایدیهم فی العمد و الخطا ممکنه حتی عمدن کار گناهانی رو انجام بدن اشتباه بکنن به تو بدی بکنند فعتهم من عفوکه و صفحیک چه خطا کنند چه عمد بکنند تو باید رویت این باشه باید برنامه عفو و صفح باشه اف اینه با صفر صف فرق اینه که میگه بخشیدم اما تو دلش هنوز ده هست که متنفر ازش هست صف اونه هم میبخشد هم پاک میکنه اصلا مثل اینکه اون طرف جرمی نکرده نه اینکه اگر حرفی زد انتقادی کرد نقدی کرد فورا برخورد بکنه میگه تو باید عفو کنی مردم رو صفح کنیم بگذری و پاک کنی لغزش های اونا رو نادیده بگیری مثل آنچه که تو دوست داری و خوشنور میشوی که خدای متعال تو رو عفو کنه و گناهت رو نادیده بگیره فوق فوقهم تو بالا دست اونها هستی یعنی اگر کسی آمد سمتی داشت اگر بخواد این سمت سمت الهی باشه سمت علوی باشد باید این کار بکنه فنک فوقهم و ولی الامر علیک فوقک ولی امر که امیر المؤمنین است او فوق تو است عنوان ولی الامر ولی امر مخصوص امیت هاره غیر از اهمیت اطهار صلوات الله علیهم مجمعین اینها عنوان ولی الان بر بنا صادق نیست اختلاف بزرگ و یکی از, از ریشه های اختلاف بزرگ مکتب اهل بیت شیعیان با عامه و سنی های به اصطلاح در همین ولی الامر و در همین اول الامر که اونا میگن اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم اول الام و ولی ام هر کس که قدرت گرفت هر ادهی بیان انتخابش کنن اما میگیم ولی الام اونی که خدای متعال منصوبش کرده نصب شده به اسم با مشخصات این ولی امره و تو آمده عنوانی پستی فوق اونها داری ولی ام از طرف خدا امیر فوق تو هست والله فوق من والله خدای متعال فوق همه است فوق اون کسی است که تو،, تو, رو سمت داده فوقت کس، تو، تو هست کسی هست که به تو ولایت بخشیده بعد تعبیر بسیار عجیبی دارد و قد استکفا که امرهم و ابتلا که بهم ولا تنصبن نفس که لحرب الله خدای متعال کفایت می کند امر آم مردم رو تو اینجور نیستی که فکر کنی اراده تو تحمیل می شود خدا تو رو آزمایش میکنه با مردم با این مردم چگونه برخورد میکنی حقوق مردم رو رعایت میکنی یا نه بعد من ولا نفس کل حرب الله خودت رو در معرض جنگ بر علی خدا قرار نده یعنی اگر کسی با مردمش دشمنی بکنه اگر کسی حقوق مردمش رو ضایع کنه اگر کسی ستم بر مردمش بکنه اون محارب با خداست وصلى الله على سيدنا محمد وَآلِهِ وعلي من التوارين